درود مجدد دوستان. خب در ادامه قرار با همدیگه نوازندگی عملی رو شروع کنیم. خب قبل از هر چیز بایستی با سازمون آشنا بشیم و ببینیم که کلن اجزای مختلف گیتار چیا هستن، اسمشون چیه و لازمه که شما سازتون رو به صورت دقیق‌تر بشناسیم. خب این گیتاری که من دستم گرفتم یک گیتار کلاسیک هستش یا اصطلاحاً نایلون گیتاره. خب گیتار کلاسیک 6 تا سیم داره. همینجور که دارید میبینید 3 تاش نایلونی یا پلاستیکیه و 3 تای دیگرش فنری فلزی هستن. سیمای گیتار از پایین شماره گذاری میشن، یعنی سیم اول ما این سیم هستش. اولین سیم، سیم نایلونی، از پایین میشه سیم اول، سیم دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم. پس 6 تا سیم ما از پایین به بالا شماره گذاری میشه. علاوه بر سیم ها توی سازمون ما بایستی با قسمت های مختلف گیتار آشنایی داشته باشیم. این قسمت سازمون رو بهش میگن دسته ساز، بادی ساز. این قسمت میشه سیمگیر، خرک پایین. مجموعاً به این قسمت میگن بریج یا صدل، که سیم ها از پایین گره میخورن و روی بریج قرار میگیرن و در امتداد دسته عبور میکنن. از این قسمت، قسمت بالای گیتار، شیطانک بالا یا خرک بالا رو داریم که سیم‌های ما که از پایین گره خورده بودن میان اینجا از بالای شیطانک عبور میکنن و میرن داخل گوشی‌های گیتار و گره میخورن و با استفاده از این گوشی‌ها کوک میکنیم سیم‌ها رو و به حالا به کوک مورد نظر خودتون میرسیم. و ما تو این آموزش که کوک استاندارد رو داریم استفاده میکنیم، ولی کوک‌های مختلفی برای نوازندگی تو سبک‌های مختلف وجود داره که حالا در حوصله این آموزش نیست. این قسمت میشه گوشی‌های گیتار. به این قسمت کلا میگن سردسته گیتار. این دسته گیتار یا فرت بورد بهش میگن. این میله‌ای که شما می‌بینید رو بهشون میگن فرت. اینم که بورد یا تخته هستش اصطلاحاً، فرت بورد یا تخته‌ای که روش فرت ها وجود داره. دیگه قسمت دیگه‌ای که بایستی یاد بگیرید قسمت دایره صدای مربوط به سازتون هست که شما وقتی بهش میگن حفره رزونانسی گیتار، وقتی شما با سازتون میزنید صدا داخل این جعبه صدا میره و وقتی میاد بیرون به شکل نوت شنیده میشه. این قسمت نقش گلی که دارید میبینید رو بهش میگن روزت گیتار، یا همون گل هم بهش میگن، و معمولا محل قرار گرفتن انگشت شست دست راست نوازنده هستش و دست راستتون رو با روزت کنترل میکنید. توی قسمت پایین روی گیتارها معمولا یک گلپیدور نصب میکنن که این مشکیه که شکل اشکست رو روی گیتار من دارید میبینید بهش میگن گلپیدور، که معمولا برای یه سری تکنیک‌های خاص روی سبک‌های خاصی استفاده میشه و یک جنبه دیگه جنبه زیبایی داره و جنبه جلوگیری از خش افتادن روی صفحه گیتار رو هم داره. خب توی گیتارهایی که از این ور یه گوشش کوچیک‌تر اصطلاحاً بهش میگن، ما به این گیتارها میگیم گیتار کات اوی، یعنی این گوشه از گیتار بریده شده و دور انداخته شده. ترجمه فارسیش این بود. حالا گیتارهای کات اوی برای چی هستن؟ که من بتونم از نوت‌های بیشتری توی فرتبورد استفاده کنم و بیشتر این گیتارها برای اجرا و برای ملودی زدن، ریتم نوازی و بیشتر برای سبک پاپ استفاده میشن. معمولا گیتارهای کلاسیک کاتوی نیستن و اونایی که میخوان سبک کلاسیک فینگر استایل کار کنن گیتارهای نان کاتوی اصطلاحاً استفاده میکنن، ولی برای سبک پاپ بیشتر از گیتارهای کاتوی استفاده میکنن. پس گیتارهایی که این گوشهشون کوچیک‌تره بهش میگن گیتار کاتوی، و این گیتارهایی که برای سبک کلاسیک استفاده میشه و گوشش دوتاش تقارن داره با هم دیگه رو بهش میگن گیتارهای نان کاتوی. دیگه قسمت دیگه ای توی ساز وجود نداره که من معرفیش کنم. فقط یک نکته در مورد برخی از گیتارها وجود داره که این نکته هم مربوط به گیتارهای پیکاپ دار هست و معمولا گیتارهای کاتوی هستن که پیکاپ دارم هستن. پیکاپ چیه؟ دوستان ببینید، اگر گیتار منو نگاه کنید اینجا یک فیش بهش ورود میکنه، در واقع فیش میکروفونه، ورودی میکروفونه، و از اینجا هم با اکوالایزر میتونید اینا صداش رو، خروجی صدایی که دارید میگیرید رو تنظیم کنید. معمولا کسایی که بخوان برن روی صحنه نوازندگی کنن، حالا تو کنسرت یا جای دیگه،
یا تو استودیو میخواد بره از گیتار پیکاپ دار استفاده میکنه و در واقع میتونیم با استفاده از این میکروفون صدای خیلی شفاف رو به حالا خروجی صداتون بدید. بقیه گیتارها نیازی ندارن که پیکاپ داشته باشن، ولی خود این پیکاپ رو میتونید اگر بخواین هم خودتون به صورت دستی روی گیتارتون سوار کنید، ولی معمولا گیتارهای کاتوی و گیتارهای خارجی به صورت شرکتی پیکاپ رو دارن. خب توی ادامه ما طریقه نشستن نوازندگی سبک پاپ رو داریم و اکل‌های مختلف نوازندگی رو میگیم، حالا سبک‌های مختلف رو توضیح میدیم و سبک مورد نظر خودمون که گیتار پاپ هستش اکل مخصوص گیتار پاپ رو توضیح میدیم. با ما همراه باشیم که توی ادامه با هم دیگه سبک‌های نوازندگی و اکل‌های مختلف رو بررسی کنیم.